سلام، اینجا توییت نماست. امروز 19 شهریور سال 96 عید قدیر رو البته با یک روز تاخیر بهتون تبریک میگم و میریم سراغ توییت ها. توییت اول از لیلا سمانیه که نوشته کاش افتضاح آنگ سان سوچی که رئیس دولت میانمار هست ایشون لااقل سبب تغییر نگاه به جوایز حقوق بشری شود و ما جهان سومی ها همه مدال های اهدایی از سوی قبر را مصداق درخشیدن ندانیم. این هم توییتی بود از لیلا سمانی. عمو فرزاد نوشته گوگل پلی هم به بهانه تحریم ها شروع کرد به حذف اپلیکیشن های ایرانی، ولی نگران نباشید این جمع‌بندی تحریم های قبلیه. هم مورد توجه آقایونی که همه چیز رو ربط میدن به دولت قبل. فرید ابراهیمی نوشته علی مطهری اینجوریه که امسال پیشنهاد تشکیل ناتو اسلامی رو میده، سال بعد نیروهای مسلح رو به دلیل حضور در ناتو اسلامی محکوم میکنه. دیدم که میگم، میبینید که 573 تا هم لایک خورده و 69 بار هم ریتوییت شده. کامران یه عکسی رو گذاشته که میبینید اونور داره آتیش میگیره جنگل و اینا دارن گلف بازی میکنن و نوشته که نمونه برخورد سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری غربی با کشتار مسلمانان در میانمار، هشتگ سیو روهینگیا هم گذاشته توی توییتش. محمود صادقی رو اول بخونم. نوشته بخش خبری ساعت 21 سیما آسمان رو به ریسمان بافت تا فاجعه کشتار مسلمانان میانمار رو به آمریکا و اسرائیل ربط دهد. چرا؟ آدم ابن حوا کوت کرده توییت محمود صادقی رو و نوشته خود نتانیاهو اینو ببینه محکم میزنه رو پیشونی خودش، میگه هی پسر چرا این مدل تخریب به ذهن خودم نرسید؟ مرسی محمودم، مرسی عشقم. اینم آدم ابن حوا که جواب محمود صادقی رو داده. آقای خاص توییتر یه عکسی رو گذاشته از بنر تبریک به پروفسور عیسی کلانتری که معاون رئیس جمهور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم هست که تبریک گفتن. حالا کی این تبریک رو گفته میگم بهتون. نوشته شافعی کاندیدای شکست خورده لیست امید از مرن که عیسی کلانتری رو با قلوب پروفسور و فرزانه و غیره خوانده بود، مزدش را گرفت و معاون کلانتری شد. کلانتری نه ها، کلانتری یه چیز نه، آقای کلانتری معاون ایشون شده. آقای شافعی این رو زده معاون شده. این جوریه سرس سالاری همین دید. فارس پلاس یه عکسی رو گذاشته از یه بلیتی که یه برگه، حالا که با این برگه زیرش نوشته با این برگه میتونید به صورت رایگان به همراه خانواده از مکانهای فوق بازدید نمایید. بعد تو این عکس ها یه عکس خیلی جالبه، حرم، عکس حرم امام رضا هم هست. حالا من نمیدونم کسای دیگه پول میدن میرن حرم رو میبینن. فارس پلاس هم همینو گفته، نوشته حرکت جالب شهرداری تازه کار مشهد، بازدید رایگان از حرم. حرم رو بعد یه سری پول مثلا که میدن میرن میبینن. شما میتونید با این برگه برید مجانی برید. صادق نیکو نوشته بی بی سی فارسی تا امروز 18 تا گزارش در مورد همه‌پرسی کردستان نوشته با رویکرد مثبت. در مورد همه‌پرسی اسکالن فقط 2 تا نوشته، اونم مخالف طور. نشون میده که بی بی سی چقدر واقعا راستگو و درست کار است. پوریا سرکی هشتای کلیشه برعکس گذاشته و نوشته کلیشه برعکس فقط صلح نوبل. این کسایی که اینجا میبینید، آقایون و خانمهایی که میبینید تیمشون، اینا صلح نوبل گرفتن، جایزه صلح نوبل گرفتن. دیگه من هیچ توضیح نمیدم، شما ببینید خودتون ببینید که صلح نوبل چقدر اعتبار داره. خب اما داغ‌تری موضوعات توی توییتر میبینید اول امام که متوجه به عید قدیر هست که موضوع داغ شده، طاهری موومنت که طاهری رئیس ارفان حلقه است، احمد الحسن رئیس گروه تروریستی انصار المهدی که ادعا میکنه که با امام زمان ارتباط داره و جانشین امام زمان و اینها، این هشتگش در واقع موضوعش داغ شده.
بعدش هم میانمار و حکم و قدیر و کسی خدمت ایسایگران و الا آخر. این داخترین هشتگ هاست یا همون ترند ها، احمد الحسن که توضیح دادم، تاری موفن هم توضیح دادم، کسی خدمت ایسایگران، محمد علی طاهری و ایمیجن خوبم هست، قدیرم هست، میانمار و اصفهان و فیلی طاهری هم این ترند ها هست. اما فعالترین کاربرای توی توییتر، بی بی سی فارسی که همیشه اوله، بعد حسن روحانیه معمولا، بعد اون یکی صفحش که روحانیان دلان دات آی آره، بعد دیگه حالا بقیهش متفاوت میشه. رادیو فردا الان بالاست، خامنیان دلان دات آی آر، من و تو تیوی، من و تو نیوز و الا آخر. خب این برنامه هم تموم شد، بازم عید قدیر رو بهتون تبریک میگم و خدا نگهدار.